ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي. در جاهلیت قبلی ایره شما دیده نمیتونید که عنوان کرده باشه که بشکت بشا عروسی بکند و فعلا چیز وجود دارد. در جاهلیت قبلی چونین نشده بود که انسان میراث خود را برای یک حیوان در تسجیل بکند و برش بسپارد و در جاهلیت قرن امروز چونین حادثات وجود دارد. در جاهلیت قبلی شما تاریخ را مطالعه بکنید، ممکن نبود که در ظرف یک سال یک و نیم سال بیش از 1.5 میلیون انسان را به شهادت برسند و از بین ببرد. این انسان مدرن امروز که داد از حقوق بشر میزند، در عراق بیش از 1 میلیون انسان را به حلقوم مرگ کشانید، تمدنش از بین برد، اصالتهایش از بین برد. در افغانستان بیش از 2.5 میلیون انسان را به شهادت رسانید. این کسی است که امروز عنوان چی میکنه؟ ما تمدن داریم، ما انسانیت میخواییم، ما حقوق بشر میخواییم، ما فلانه میخواییم، این را عنوان میکنه. در حقیقت حیوانهای بیش نیستند، از سگ اینها بترتر هستند. با وصفی که نام خدا سرش چی میماند؟ نام خدا انسان میماند. علت چی شد؟ چرا ما قذلیل هستیم؟ اینقدر ذلیل و بیچاره هستیم که هر کدام ما در اینجا هستیم در دل ما به اصطلاح غمهای بزرگ بزرگ است، ولی نمیتونیم اظهارش بکنیم. هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، بخاطر اینکه یک اصل شرعی که سبب اولا برای ذلت ماست اون مور ما ایجاد کردیم. بنان هر قدر در سببهای ثانوی بکوشیم نتیجه نمیگیریم. اعاده یک مؤمن به این اصل یکی از وجایبش است، یکی از وجایبش است. خب حالا یک کسی پرسان بکنه که درست است، ما خود جهاد میکنم، خود نتیجه چه؟ خود دیدیم سید، ما خود جهاد کردیم، خود آخر نتیجه چی شد؟ خانه های مردم چور شد. نتیجه از این چی شد؟ قوات های کفری دیگری آمد. نتیجه از این چی شد؟ پاتک سالاری ها جور شد. نتیجه از این چی شد؟ سر انسان شپش فروخته شد. نتیجه از خود رو گرفتیم. ولی هر حرکتی که با فکر نبوده باشه، با شناخت نبوده باشه و واقعا منبع تسلیمی در اونجا درست نبوده باشد، نتیجه جهاد افغانستان است. حالیم از خود پرسان بکنیم و یک بار بیاندیشیم که ما چی میخواییم برای مردم و دین چی میخواید از ما. این سوال بکنیم، دین از ما چی را میخواید؟ میگه جان مردم حفظ بکن، ناموس مردم حفظ بکو، دین مردم حفظ بکو، عقل مردم حفظ بکو، ناموس مردم حفظ بکو. اینی اصالت های دینی است، این اصل است. نشو که با حرکت ما این اصول را از بین ببریم، مال مردم از بین ببریم، جانش از بین ببریم، ناموسش از بین ببریم، دینش از بین ببریم، آبرو و عفتش از بین ببریم و عنوانم بکنیم ما مسلمان هستیم. چی میخواییم ما؟ ازی باید پرسان بکنیم. و ما خود چونین کاری کردیم، چرا نتیجه نگرفتیم؟ بخاطره که ما شناخت درست از این دین پیدا نکردیم. آن منبی الهی که در اختیار ما بود ما بر او زانو نزدیم. ما کتاب الله را مطالعه نکردیم، خود را به قانون الله تسلیم نکردیم. خواستیم قانون را، قانون خدا تابع ما بوده باشد. از این خاطر الله با ما این معامله را کرد. بنابراین ما صراحتا میگم که والله بالله قسم است که قوات های صلیبی در افغانستان سقوط میکند و شکست میخورد. این ایمان داشته باشید و خامخا ذلیل میشد. انشاءالله این قهرمانی را الله برای مردم افغانستان میدهد. ولی صرفا یک بار فکر بکنید که تو باز چی میدی؟ بدیلیت باز چی هست؟ در زیم کما که فکر بکن طرفه نرینی تو بگوی که ورسه باز خدا میربان است. نه الله هم میربان، الله بر عقلم داده. یک بار متفق شو، چقدر دانستی همی دین یاد بگیری؟ چقدر حلال و حرام یاد گرفتی؟ در جا مدار خدا مسلمان میگیم، خدا مجاهد میگیم، خدا با فهم میگیم، برخلاف ارزش های دینی ما عمل میکنیم. ببینیم کسایی که به دست خود کار میکنه اولاد دارد، پیش ما حقیر است، کوچک است، او را کسی احترام نمی کند. کسی که بوت مردم را جور می کند او را کسی احترام نمی کند. کسی که دکانداری می کند او را احترام کسی نمی کند. کسی قلبه می کند او را کسی احترام نمی کند. این مردم های عادی هستند. خب خیلی چی شد؟ دکتر صاحب، انجینر صاحب، فلانه صاحب. حالی عظمی جنابای عالی پرسان بکن که تو دکتر صاحب از خودت ایمان پرسان بگو هر کدای ما شما مریضا داریم در شفاخانه ها چی حال است؟
از خود پسند بکنیم. نامش هم میگم من مسلمان هستم. انتقادم بلند میکند، آهم میکشد. مریض بر چیخ میزند، خوی جناب عالی که 16 سال تحصیل کرده، 17 سال یا تحصیل کرده، یک سال دیگه هم اینا اضافه تحصیل میکنند. این جناب عالی با مریضای ما چی کار میکنند؟ در چی رقم متاثر میشود؟ او جناب عالی که از سرک دزدی میکند، از دارایی عامه دزدی میکند، رشوت میگیرد و در موترهای رشوتی، در پول رشوت، بلدنگ ها را بر خود آباد میکنم. او باز میگم من بسیار عزیز آدم هستم، بسیار خوب آدم هستم. خجالت هم نمیکشد. از کجا کرد؟ از آسمان برد نفتن؟ اگر خداوند متعال از تو کرد، خب بسیار مردم دیگری هستن که همجد مسجد هستن، چرا برون هم افته که بر تو نفتن؟ توی را از کجا کردی؟ و با تمام وقاحت میخورد، با تمام وقاحت به حرام دست میزند. آنچه که حلال است او برش حرام، و آنچه که حرام است او برش خوب. این در نظر ما شود. روی این نکته ایزا ما فقط این نکته را عرض میکنم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم توسط بعثت خود انسانیت را بار دوم زنده ساخت. چطور زنده ساخت؟ خودش نمونه ها را تربیت کرد، صحابه را تربیت کرد. و جالب سخنا قبلا مولوی صاحب داشت که شما فکر بکنین که صحابه همتون میگفتن که مانند ما شوید، اما تو انسان ها را تربیت کرد. با اساس اونو تربیت بود که جامعه را زنده ساخت. مردم گروه گروه در اسلام داخل شدن، گروه گروه داخل شدن. علتش نمونه ها بود که میگذشت. امروز ما نمونه ها را از دست دادیم. علت انحراف، علت بدبختی، ای کل زبونی ما باییست که ما در بیرون مثال ها نداریم که ما مردم عرضه بکنیم که فلانه دستیم. چون این نمونه ها کم است، یا ناشناخته است، و یا به عباره دیگر به اساس کمبود بگم که نیست. چون این مردمی که نداریم، دعوت ما تأثیر نمی کند، فراخانی ما تأثیر نمی کند. و نکته دیگری که پیامبر علیه السلام انتاج هم عظمت داد که تا امروز این پیام الهی را برای ما تو رسان. ولی از خود پرسان بکنیم، خیلی چی بکنیم که ما من حیث مسلمان پس به عزت خود داخل شویم؟ ما در روی زمین من حیث مسلمان زندگی بکنیم و با وقار و با حیثیت زندگی بکنیم. این در وقت میشه که این پیام الهی را بشناسیم، پیغمبرش را بشناسیم، صحابه را بشناسیم، تابعین تبع تابعین را بشناسیم. بسیار ظالمانه خواهد بود که از هر کسی که پرسان بکنی بعد از قرآن کریم از صحبرین کتاب چیست؟ یک تعداد زیاد مانه که بخاری شریف است. خب امام بخاری کی بود؟ هیچ کس خبر ندارد. بعد میگم در مذهب کیست؟ میگه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه کی بود؟ کس خبر ندارد. پس وقتی که ما قائدین خود خبر نباشیم، وقتی که با اونها دانش ما در رابطه با او کاسی دارد، پس آنچه که اونها بر ما داد او را خود بیخی نمشناسیم، بیخی نمشناسیم، میده یقین داشته باشیم. مشکلات ما در امید رفانسایی است که ما نماز میخوانیم، ولی متاسفانه که آلی هم درست نماز نمیخوانیم. نماز ما بی نهایت ترپ ترپ زدن است، کسی ملتفت نیست. قسم به خداست که نماز در الله قبول نکنه، این چیز در الله قبول نمی کنه. کلی چیز در رابطه با نماز است، و نماز خواندن ما رو میبینی عجیب است، حضور ما رو در مسجد میبینی عجیب است. ضرورت دین یه آخرین چیزی که ما داریم میاندیشیم در کل کارهای خدا، خلاص میکنه. آخرین چیزی که در او باید فکر بکنیم دین است. روی اساس من خواهش میکنم عزیزا، من حیث یک مسلمان، هر کدامتان در 24 ساعت یک ساعت را برای دین بده، یک ساعت را به دین بده. سیرت پیامبرتان را بخوانیم، سیرت صحابیش را بخوانیم، سیرت تابعی و تبع تابعین را بخوانیم. بعد شما آشنایی به دینتان پیدا میکنید، بعد این دنیا را میشناسی که چی است و زیر دنیا چقدر انسانهای بزرگ پیر شده. باز خائن میشناسی که زیر دنیا چقدر انسانهای خائن است. باید سر خود فکر بکنی که من اگر دنیا میرم من در کجا خواهد بودم. نتیجه ای که سر من مرتب میشه چی است؟ مثلا زیر فکر میکنی اگر ما وقت برای مطالعه دین ندهیم، مفت مفت که میگم که دین دین دین، مفت مفت که میگم که افغانستان، مفت که میگم که اینی چی، باور بکن مستقانه.
باور بکن خنده آور است که انسان فکر بکنه من چی میدانیست با حکومت اسلامی میخواهم، چی رقم حکومت اسلامی میخواهی، کدام نوع حکومت اسلامی میخواهی که در جا آبروی مردم بریزد، در جا به مال مردم تجاوز شود، به نوامیسیس تجاوز شود، چون این حکومت دو دینی میگوییم؟ این حکومت توسط افراد میاد، در حکومت را از آسمان قط بر ما پایین نمیکنند، ما اوتی هستیم که حکومت اجاز میکنیم. اگر میخواییم که حکومت اسلامی بیاید، اگر واقعا دلسوز به جهادتان هستیم، واقعا دلسوز به ایتامتان هستیم، واقعا دلسوز به بیوههایتان هستیم، واقعا دلسوز به اون معیدینی که پای و دست و چشمش از دست داده هستیم، بس دین سر خود تدبیر، دین سر خود تدبیر بکن و تدبیق دین بدون فهم ممکن است. وقتی که یاد گیری زمینی تدبیق مسلم میشه. بعد از او باز به دیگر را دعوت بکن، بعد از او دعوتهای اصلاح دیگر را بکش، چه که خدا هم خداوند مقدر اون مردم را ببخشد که خودش اعمال ناشایسته ای میکند، سر دسترخانش نان حرام جمع میشود، بعد نه که خداوند مقدر سر ما هم رحم میکند، سر ایده خدا مردم خدا رحم میکند، نه الله سر غضب مظلم میکند، سر اون مردم الله رحم نازل میکنه که از ملتش دزدی میکند، سر اون مردم الله رحم میکنه که قطاع طریقه ظلم میکند، شیطانت مسلمان ها را میکند به خاطر پنج نفر. معانه چند نفر ماشنه میگه؟ ده نفر، از ده نفر زیاد ماشنه میگه، خود ده ها مسلمان ها را به طرف کلچت روی میکنه، به شیطانتی از انسان مخلوق و از انسان رزیم. آخر ده هزار بمیدی بیشتر بر تو نمیره، ولی الله از تو پرسان میکنه که تو چی کاری کردی؟ با کدام حکم را نافذ کردی؟ با در چی مردم را دعوت میکردی؟ به امی رقم یک نظام مطلوکی به معنا به امی دعوتش میکردی؟ از خدا به تفضیل به نام مولود با سعادت پیامبر و شما هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و خداوند متعال ما شما را فهم کامل از دین نصیب کنم. پس خداوند متعال به لطف و کرم خود مقلب القلوب الله هست، ما میگم یا الله ما عاجز هستیم، به لطف کرمت به ما رحم بکن و قلبهای ما را به دین دعوت بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.